در گزارش سینمایی بهنام ناطقی، بهنام نگاهی داره به فیلم ملکه کتوی که از این جمعه اکرانش در آمریکا شروع میشه. Things from such a small place. در فیلم ملکه کتوی، فیونا دختر خردسال و بیسواد مادری تنگ دست در شهرک کتوی اوگاندا از طریق شطرنج از فقر نجات پیدا می کند و به قهرمانی بین‌المللی می رسد. کارگردان هندی تبار نیویورکی میرا نایر یک داستان واقعی را به یک روایت روحی بخش تبدیل کرده. Could you please show Fiona how to move the pieces? اینجا بازیگر نقش مادر لوپیتا انیوگو در کنار کارگردان میرا نایر و بازیگر نقش مربی دیوید اویلوو در نخستین رونمایی فیلم در آمریکای شمالی در جشنواره تورنتو. تهیه کننده شرکت دیزنی شطرنج باز نوجوان فیونا موتسی رو همراه با مربی شطرنج شهر کتوی رابرت کاتنده روی فرش قرمز آورده بود. I just can't believe it up right now that there's a movie about me. فیونا میگوید باورش نمیشود که زندگیش به یک داستان سینمایی تبدیل شده، چون خودش رو آدمی میبیند از یک ناکجای دوردست که حالا از ذوق و شوق هم باشته است. چکمیت. She won. Fiona has won. Hey Joseph, you are not serious. A girl has given you checkmate. What? وقتی مربی دعوای دختر فقیر با بچه های محل رو میبیند، او رو به یاد گرفتن بازی دعوت میکند به عنوان وسیله برای فائق آمدن بر ضعف جسمی و از میان بردن نابرابری. I have lived in Katwe. I've lived in Kampala for that long. خانم نایر میگوید از 27 سال زندگی در کتویه و کامپالا الهام گرفته برای نگاهی از درون به جاها، موسیقی و عزت و متانت مردم اوگاندا و سعی کرده از احساسات بپرهیزد و حقیقت را نشان دهد و میگوید در کتویه حقیقت هم خنده‌دار است، هم خوشمرام است و هم گاهی گستاخ. Use your minds. And you fall to pieces when your eyes met. And you will all find safety. مادر شوهر باخته، مغروز و سخت کوش که دختر بزرگترش با جوان موتورسواری فرار کرده، رابطه ای توام با احترام ولی تردید با مربی دارد. مربی از طریق شطرنج زندگی او را هم عوض می کند. روز گذشته سه‌شنبه شرکت دیزنی برای فیلم ملکه کتوی در لس آنجلس به مناسبت آغاز اکرانش نمایش ویژه ترتیب داده بود و از جمله حاضران روی فرش قرمز مدینا نالبانگا و مارتین کابانزا و دخترش فیونا و مربی برای اول بار در آمریکا و هالیوود در کنار دستندرکاران فیلم. There is a lot going on in Africa. بازیگر آفریقایی تبار لوپیتا انیوگو اهمیت این داستان روحی بخش را در این می‌داند که در اون خود آفریقایی‌ها نجات بخش خیش تصویر می‌شوند و می‌گوید امیدوار است که فیلم تصویری متفاوت از این قاره عظیم را ترسیم کند. This year's gold medalist Fiona Mutesi. از دید منتقد ویلج وایس بازی لوپیتا انیوگو به نقشی که در سناریو پرورش چندانی ندارد عمق و روح بخشیده. بهنام، دیدن لوپیتا خیلی ها رو یاد فیلم 12 سال بردگی میندازه که براش اسکار گرفت. درسته، و این تازه اولین فیلمی که بعد از اون اسکار 12 سال بردگی داره بازی میکنه. تو این فاصله فیلم دیگه کار نکرده و ستاره این فیلم هست. به قول منتقد انترتینمنت ویکلی، از این زن زیبایی و رنج شرافت مردانه روی پرده سینما ساطع میشه که از زمان سوفیا لورن تا به حال در سینما سابقه نداشته. ولی این منتقد و بعضی دیگه انتقاد کردن از سناریوی فیلم که به نظر اونها پر از عبارات شعاری و جمله بندی درس‌های اخلاقی یادآور فیلم‌های احساساتی که میگن چیز تعجب‌آور نیست، چون دیزنی تهیه کننده فیلم هست. با این حال شرکت دیزنی رو باید تقدیر کرد به خاطر اینکه 4 سال پیش این کتاب مستندی که در مورد این دختر نوجوان کمروی اوگاندایی نوشته شده بود این رو خرید و سلیقه این رو داشت که پروژه رو به دست خانم نایر بسپره که یه سینماگر تصویری هست و معروف است به خاطر تصویرهای درخشان از جوامع دیگه به خصوص هند و فیلم سلام من بهش رو که اولین فیلمش بود یادمون نمیره، فیلم میسیسیپی ماسالا که تو اون با جامعه اوگاندا رو میبینیم و جامعه هندی ها رو در آمریکا، یا فیلم عروسی مانسون و خیلی فیلم های دیگرش. تو سناریوی نه چندان پرتخیل فیلم ملکه کاتوی هم خانم نایر لحظاتی از عزت پیدا کرده، مثل اون صحنه که دختره از پنجره بی هواپیما اول بار نشسته بیرون نگاه میکنه، هم مجری از اون مربی میپرسه که اینجا بهشته و این هم یکی از صحنه‌های به یاد موندنی فیلم. ضعف این فیلم بگو، منتقدان تو این فیلم ضعفی دیدن یا ضعفش رو در چی میدونن؟
خب سناریست ها معمولا دنبال تلاقی منافع یا برخورد شخصیت ها میگردن که یه موضوع همچنینی رو دراماتیک بکنن و وقتی این کار زورکی بشه به فیلم لطمه میزنه. به قول شری لیندن در هالیوود ریپورتر، وقتی روی مثبتگرایی شجاعانه هم حتی وقتی چکش بزنیم به مغز تماشاچی دیگه جایی برای فکر از تماشاچی باقی نمیذاره. اما نکاتی که بعضی از منتقدها ضعف میدونن از دید برخی دیگه نه تنها ضعف نیست بلکه قوت است. مثلا همین دیالوگ هایی که منتقد جو مک‌گاورن در انترتینمنت ویکلی شعاری میدونه از دید منتقد دیگه بیگ ایبری در ویلج وایس نشانه سبک فیلمه که اون رو اعلامگر یا آگهی مانند توصیف کرده و نوشته. در دست هنرمند کم استعدادتری ممکن بود نتیجه معکوس بده و موعظه گرایانه به نظر برسه. اون نوشته خانم نایر قدرت سینماگریش رو در نمایش تقلای روزمره فیونا و مادرش نشون میده و مثل فیلم‌های دیگرش قادر هست که اکوسیستم کامل رو در اطراف شخصیت فیلمش بنا کنه. جهانی پر قیل و قال، سرشار از نشاط و تهدید، کلک بازی و رضا. خیابان‌های شهرک هم خطرناکن، هم پر از رنگ‌های شگفت و سرزنده و پر از ترس‌های ناگفته. منتقد دیگه کلاک پویی که هم نایر رو استادکار و کلادیا پویی نایر رو یک استادکار برجسته میدونه و فیلمش رو قوی و البته نوشته فیلمی است که صد درصد روحیه بخش است.